به راستی باید گفت بهترین یادگارهای این سفر دو هفته ای که برای کارهای انجام و انجام کارهایی بود، دیدار با کسی بود که از دور با ایشان آشنا بودم و مهر بسیار به ایشان داشتم و احترام فراوان و از چهره های درخشان فرهنگی، ادبی و به طور غیر مستقیم حتی سیاسی و تاثیرگذار جامعه ما هستند، خانم مهشید امیرشاهی، که من برای نخستین بار در این سفر با ایشان دیدار کردم. چندین بار گفتگوی تلفنی داشتیم و شما از نزدیک البته ایشون رو میشناسید، سالیانی با هم همکاری داشتیم و چه زن فرزانه ای، چقدر مهر و صفا در این انسان هست و تا چه اندازه واژه ها و زبان فارسی در دست ایشان، در زبان ایشان، در دست ایشان مانند موم هست و با چه ظرافتی سخن میگویند و با چه صفا و صمیمیت و رکوی. بسیار جالب بود برای من و شخصیت ایشان، مناسب سخن میگن کاملا. و خب نوشته هم چند سال پیش در نقد و بررسی کتاب سوداگری با تاریخ بیرون داده بودند که مورد برخورد کسی قرار گرفت که من در کتاب سوداگری با تاریخ به ایشان نقد کردم و بر روی ایشان پاسخ سازنده‌ای و کوبنده‌ای دادند و با ایشان پیمان کردم که در این سفر بعدی در پاریس بیشتر نزد ایشان بمانم و یاد بگیرم. بسیار سفر دیدار آموزنده‌ای و شادکننده‌ای بود، بسیار برای من ارزنده بود. با اینکه در اون روز هنگام بازگشت باران تندی می آمد، این خاطره این سفر خوش به راستی در دل من یک گرمی ایجاد کرده بود. بخت با شما بوده. بله. واقعا میگم. بله. خب یکی از این سفرها باید شما از خانم گرامی اجازه بگیرید هم سفر من باشید. شاید هم اگه لازم باشه بهشون نگی. آقای امینی، بله. شما سوژه های بهترتون رو معمولا جای دیگه کار میکنید. نه اختیار دارید. من چند سال الان، من و شما 10 ساله که با هم همکاری رادیویی و سپس تلویزیونی داشتیم و جز گسست هایی که شاید کمتر از 15% هفته ها رو در بر میگرفته، من هفتگی با شما گفتگو داشتم و رفته رفته داره تموم میشه این سواد، یعنی چیز دیگه ای ندارم برای گفتن. حرفای گفته شده پیش شما رو نزد دیگران بازگو میکنم. آقای امینی، سه گفتار تازه محمد امینی. بله. پیرامون چالش شریعت و عرف. بله. در ساختار حقوقی قضایی ایران در 200 سال گذشته. بله. چهارشنبه 8 جون، چهارشنبه 15 جون، چهارشنبه 22 جون، ساعت 7 پس از نیم روز، محل برنامه اوسی پلازا 2575 مکیب وی، درست میگم؟ بله بله. این در ایروین کالیفرنیا 92614. بله بله، اینو من در اینترنت دیدم، گفتم فرصتی است. این البته جزو به صورت کلاس هست. من شماری دوستانی هستن که میآیند و من با اینها، با دوستان گفتگوهای هفتگی، البته نه هر هفته دارم و این بار فرصتی در دست داده پیش از اینکه دور جدید سفر یا گرفتاری های تابستانی آغاز بشود، یک دوره 3 جلسه، 3 نشست درباره این موضوع بسیار مهم رو انجام خواهم داد. دوستان این رو ضبط خواهند کرد، البته صوتی، و این رو روی اینترنت قرار خواهند داد. من در برنامه آینده چگونگی دسترسی هممیهنان رو به این برنامه در اختیار اونها، در اختیار هممیهنان خودمون به ویژه در ایران قرار خواهند داد در گفتگوی با شما. آقای امینی، فرصت دارین یکی دو نامه من بخوانم؟ اگر علاقه من دستید بخوانید، ولی وقتمون زیاد امروز نیست. حالا یکیشو میخونم. بله. یکی از همیهنان است به نام فرهاد که گفتن فامیلشون نگم. بله. نوشتن با سلام بر آقای امینی، ممنون میشم پرسشم رو در برنامه‌تون پاسخ بفرمایید. حالا من نمیدونم کدوم برنامه. آقای ترامپ چندی پیش
آقای سندرز را متهم کرد که کمونیست است. اما آقای سندرز گفت که او سوسیالیست است، نه کمونیست. با توجه به اینکه ترس از کمونیسم سالها بر کشور خود ما سایه افکنده بود و در کشورمان این شیوه طرفداران زیادی داشت، ممنون میشوم تفاوت یک کمونیست با یک سوسیالیست را توضیح بدهید. مگر مبنای اصلی هر دو یک چیز نیست؟ من هرچه بیشتر در این زمینه میخوانم کمتر درک میکنم. ممنون میشم آقای امینی با بیان ساده و شیوای خود در مورد تفاوت این دو ایده توضیح دهید. اگه فرصت نیست خیلی کوتاه من اجازه بدید، چون این همیان این پرسشی است که بسیاری دیگران هم دارن. مراد از سوسیالیسم در اینجا سوسیال دموکراسی است، یعنی اون دیدگاهی که اینک در بسیاری از کشورهای اروپایی چیره شده یا چیره بوده و یک نظام رفاهی رو در اروپا ایجاد کرده. بستر اقتصادی سوسیال دموکراسی سرمایه‌داری است، منتها سرمایه‌داری تا حدودی مهار شده و با یک امکان رفاهی که برای شهروندان ایجاد شده، که شاید پیشروترین مدل سوسیال دموکراسی اروپا کشور سوئد یا کشورهای اسکاندیناوی باشند. آلمان، فرانسه، بریتانیا، همه اینها دارای جنبه‌های سوسیال دموکراسی یا پروژه‌های سوسیال دموکراسی هستند. در خود ایالات متحده آمریکا هم اگرچه سوسیالیسم بسیار بدنام است، همونجور که ایشان گفتند با کمونیسم همراه شده و سخت به اون میتازند، پروژه‌های سوسیالیستی در این کشور وجود داره که بسیاری از شهروندان ایالات متحده آمریکا از اون بهره مند میشوند، مانند نظام بازنشستگی در آمریکا که یا سوشال سکیوریتی سیستم بهش میگن، یا آنچه که برای تهیدستان به وجود آوردن، یا همین بخشی از پروژه بهداشتی و بهداری آقای اوباما، پروژه بیمه های اجتماعی که آقای اوباما به میان آوردن. مثلا پروژه بیمه های اجتماعی یکی از مدل های برآمده از دیدگاه های سوسیالیستی است. البته سوسیالیسم دولتی که بسیار دردناک هم هست، گرفتاری های بسیار زیادی رو در دنیا ایجاد کرده، امروز در پاره‌ای از کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه الان در ونزوئلا فاجعه آفریده، کشوری رو با درآمد نفتی کلان به فقر و فلاکت رسونده، یونان رو به راستی به ورشکستگی کشانده. این پروژه ها خیلی جاها کار نکرده. کمونیسم اگرچه از دل جنبش سوسیالیست جهانی یا سوسیالیستی جهانی بیرون آمده، یک پروژه دولتی انحصاری است که در اون هیچ نهاد سرمایه‌داری مستقل مگر خرده سرمایه‌داران اجازه فعالیت ندارند و دولت تمام بخش‌های کلان اقتصادی رو اداره می‌کنه. در کشورهای سوسیال دموکراسی چنین نیست. در آلمان، در کشورهای اسکاندیناوی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری وجود داره، در حالی که در کشورهای کمونیستی چنین چیزی وجود نداشته. کمونیسم افراطی‌ترین شکل نظام سوسیالیسم دولتی است، به ویژه مدل سوسیالیسم آسیایی، کمونیسم آسیایی که نمونه شوروی و چین و امروز هولناک‌ترین اونها در کره شمالی پابرجاست و در یک گوشه دیگر جهان هم مدل آفریقایی اون رو ما می‌بینیم، اریتره، که مدل کره شمالی در آفریقا است. بنابراین سوسیالیسم و کمونیسم با هم فاصله خیلی زیادی دارن. آقای سندرز کمونیست نیست، یک سوسیال دموکرات است و امروز هم عضو حزب دموکرات آمریکا است و بسیاری از دموکرات‌های آمریکا دارای گرایش‌های سوسیالیستی هم هستند. اجازه بدهید که در همین اندازه بیستم بمانم، برای که بحث بسیار مفصلی است. خیلی ممنون ازتون آقای امینی. دیروز که درباره برنامه امروز با هم گفتگو می کردیم، شما اشاره فرمودید که به باورها و یا برداشت‌های نادرست تاریخی پیرامون برخی رویدادهای قدیم و جدید در میان ایرانیان و از جمله درس‌خواندگان
و حتی تاریخ پژوهان و تاریخ دانان پذیرفته و روان و رایج شده است این باورها. اشاره کردید که بسیاری از این گونه باورها یا داوری‌ها از محتوای تاریخی تهی است و نادرست است و با این همه همچنان بازگو می شود. بنا شد که امروز و شاید هم اگر فرصت کافی نباشد امروز، هفته آینده هم به این گونه برداشت‌های نادرست، اساساً نادرست و گزارش‌های پذیرفته شده نادرست بپردازید که البته از دیدگاه شما بسیار نادرست است و فارغ از اعتبار تاریخی است. پیش از پرداختن به برخی نمونه های برجسته از تاریخ دور و نزدیک ایران، آقای امینی شاید بد نباشد که شما پیش درآمد یا مقدمه ای در این باره با بینندگان ما در میان بگذارید. ببینید، در نه تنها ایران، در تقریبا همه کشورهای جهان، نه تقریبا، قطعا در همه کشورهای جهان، به ویژه در اونهایی که تمدن و پیشینه و تاریخ کهن‌تری دارن، پاره ای ارزش ها و باورها و تاریخ های به دور از خرد و عقل پذیرفته شده است. به اونها اسطوره میگویند، برداشت های مذهبی خرافی میگویند، چیزهایی است که در میان ما ایرانیان هم بسیار فراوان است. بخشی از این باورها و اسطوره ها زیانمند نیست. ما اسفندیار داریم، آلمانی ها زیگفرید دارند، کشورهای دیگر قهرمانان روینتنی به صورتهای دیگر، و اینها چیزهایی است که مردم میپسندند و میسازند و با آن زندگی میکنند و شاید در این رویاهای تاریخی آینده بهتری رو میجویند. این پدیده استثنای ایران نیست. همه شاهنامه یا بخش بزرگی از شاهنامه بر پایه تاریخ اساطیری ایران نوشته شده، پیشدادیان و کیانیان و غیره، که البته خود اینها هم برگرفته از تاریخ درست ایران، از تاریخ ماد و اشکانیان و هخامنشی و ساسانیان و غیره است. ولی به هر روی اینها چیزهایی است که میتوان با آن زیست و پذیرفت. برخی دیگر رویاها و اندیشه های ساخته شده دینی تاریخی برای فریب مردم هست. من خود دین رو مورد بررسی قرار نمیدم، بلکه آن چیزهایی که در حاشیه دین به وجود می آید برای ساختن یک پیولایی از این دین در میان مردم. این در میان ما ایرانیان خیلی زیاد است، در میان شیعیان. من اشاره بدهید که اجازه بدید نمونه ای خدمتتون بگم. البته کافیست اشاره کنم که بیشتر تاریخ‌های نوشته شده پیرامون اسلام دست کم 100 سال پس از آغاز اسلام آغاز به نوشتن نگارش شده. یعنی بیشتر اسنادی که امروز در دست ماست برای دوران پیامبر اسلام، برای خلفای راشدین، علی ابن ابی طالب، ماجرای کربلا و بسیاری دیگر داستان‌های واقعی یا غیر واقعی اون زمان، 110 تا 130 سال پس از آغاز اسلام نوشته شده. هیچ سند نوشتاری از دوران آغاز اسلام به ما نرسیده. این است که ما باید به بسیاری از این نوشته ها با نگاه نه تردیدآمیز بلکه پرسشگرانه بنگریم. حالا شما نگاه کنید که تا چه اندازه در میان ایرانیان از این داستان‌های تاریخی یا از این جریان‌های تاریخی و از این باورهای دینی که به هر روی پای در تاریخ دارد و مورد پذیرش بسیاری از مردم ماست، تا چند اندازه بهره برداری‌های تاریخ سازانه می‌شود. در سده چهارم یکی از نخستین کتاب‌های فقه روایی شیعی به نام الکافی یا کافی نوشته شد که نویسنده آن کلینی از باشندگان شهر پیرامون قم امروز و شهر ری در اون پیرامون بود.
در کتاب کافی بین 15 تا 17 هزار حدیث یا روایت از زبان پیامبر و امامان شیعی بازگو شد. این در سده چهارم هجری است که خب می‌دانیم بسیاری از اینها 15 تا 17 هزار روایت ساخته شد، شاید هم همه اونها ساخته شده، ولی فرض رو بر این بگذاریم که بیشتر اونها ساخته شده. میاییم به سده 11 و 12، یعنی نزدیک به 8 یا 9 سده پس از سده چهارم بود که اشاره کردم، شاید گفتم سده سوم درستی، سده چهارم. میاییم به 7 یا 8 سده پس از اون، هنگامی که مجلسی کتاب بهارالانوار رو می‌نویسه. ببینید سند تازه‌ای که پیدا نشده، امامان که زنده نبودن که سخنان تازه‌ای بگویند. از مرگ پیامبر 1000 سال گذشته، یا دست کم 1000 سال گذشته، ولی در کتاب کافی شمار احادیث و روایات 15 تا 17 هزار تاست. هنگامی که به دوران مجلسی میرسیم، خواهش میکنم براتون خنده آور نباشه، شمار روایات این گونه است: 238 روایت یا حدیث قدسی وجود دارد. حدیث قدسی اون احادیثی هستند که مسلمانان میگویند که خداوند با پیامبر گفتگو کرده یا به او الهام کرده و پیامبر به دیگران گفته و در قرآن نیامده. 238 روایت قدسی است. از خود پیامبر در بهارالانوار 21411 روایت بازگو شده. از علی ابن ابی طالب 13137 روایت، از امام جعفر صادق 19557 روایت، از دیگر معصومین که حضرت زهرا و دیگر امامان جز امام صادق که اشاره کردن باشند، نزدیک به 20000 روایت، حتی از امام زمان که در کودکی ناپدید شده 1092 روایت بازگو شده، 9000 روایت هم از غیر معصوم روایت شده. یعنی در کتاب بهارالانوار آن شمار 15 تا 17 هزار کتاب کافی به 80 هزار رسیده. این صنعت دروغ سازی، صنعت تاریخ سازی در همه اینا ساختگیه؟ نمیدونم، من فرضم بر این هست که ما گواهی بر درستی اینها نمیتونیم داشته باشیم، چون نخستین راویان نزدیک به 90 سال تا 100 سال پس از درگذشت پیامبر اینها رو روایت کردن. البته برخی از این روایاتی که به امامان مربوط می شود، یعنی مثلا امام جعفر صادق در این دوران آدم هایی بودن که اینها رو می نوشتن، یعنی تاریخ مکتوب وجود دارن، ولی بسیاری از اینها روایات ساختگی است و بر می گردد به یکی دو نفر که معلوم نیست اونها هم از کجا گفته باشن. ولی تنها به شمار اینها شما نگاه کنید، 80000 روایت نشان می دهد که این 15 تا 17 هزار روایتی که در کتاب کافی بوده، که تازه او گفته کتاب کلینی، که او گفته همه اسناد رو جستجو کرده، 4 برابر نه 5 برابر شده و به 80000 تا رسیده. و اشاره کردم حتی از امام زمان که در خردسالی ناپدید شده 1000 روایت آمد. داستان‌های دیگری مثلا در تاریخ ایران، حالا اینها غیر مذهبی ولی دارای جنبه‌های مذهبی وجود داره. مثلا نوشتن که در ابو مسلم نامه، و دیگران هم از او بازگو کردند و پذیرفتند، که این تبر ابو مسلم خراسانی 30 من بوده، وزنش 30 من بوده، که این با یک دست بلند میکرده. تازه این تبر 30 منی ابو مسلم از بخشی از آهن شمشیر ذوالفقار علی ابن ابی طالب ساخته شده، یعنی اون شمشیر 100 من بوده که بخشی از این رو که ذوب کردن و این تبر رو ازش ساختن 30 من شده. خب یا نمونه دیگری از این نوع تاریخ نویسی های بدون هیچ گونه بازرسی و بررسی رو برای شما، که هیچ جنبه مذهبی هم دیگه نداره، اینجا بازگو کنم. مغولان میدانیم که ایران رو ویران کردند و
زیانهای بسیار کلانی به ایران رساندند. نظام آبیاری ایران رو ویران کردند، نظام بازرگانی ایران رو ویران کردند، چون بازرگانی ایران بر اساس بخش بزرگ اون بر اساس جاده ابریشم بود و این رو ویران کردند. اما در این ویرانگری و خونریزی گزافه‌گوهای زیادی است، مانند اینکه شهر نیشابور من دیدم در بسیاری از نوشتارهای امروزی حتی کتاب‌های درسی گفته می‌شود که در نیشابور، شهر 2 میلیونی نیشابور، مغولان کسی رو زنده نگذاشته. کافیست انسانی اندکی بیاندیشد، با یک مهندس شهرساز گفتگو کند، 2 میلیون جمعیت در اون هنگام، در هنگامی که مهندسی ساختمان و معماری آن هم در نیشابور ساختمان‌های بیش از 2 طبقه نمی‌توانسته داشته باشد، شما اندکی بیاندیشید ببینید پهنا و درازای این شهر نیشابور 2 میلیونی که بیشتر از منهاتان امروز نیویورک بوده باشد با این ساختمان‌های آسمان‌خراش چند اندازه باید باشد. آبرسانی به این شهر 2 میلیونی نیشابور که هیچ رودخانه از آن گذر نمی کرده، فاضلاب این شهر، رساندن مواد غذایی به این شهر، امنیت شهر 2 میلیونی تا چند اندازه ناممکن بوده. خب شهر 2 میلیونی یعنی شهری شاید در 60 کیلومتر. ما امروز باید بتوانیم با شکافتن زمین بخشی از دیوار این شهر رو در 60 کیلومتری نیشابور امروز بیابیم که نمیابیم، چون چنین چیزی نبوده. شاید 200,000 نفر جمعیت داشته، ولی خب گفتن 2 میلیون و ایرادی هم در کار نبوده. این نوع گرفتاری های تاریخی در نوشته های گذشتگان و امروزیان فراوان است و چک هم نمیشود، کنترل هم نمیشود، بازبینی نمی شود، پذیرفته می شود و به ویژه امروز که ما اینترنت داریم این داستان ها بازگو می شود، پذیرفته می شود و دیگران، هر کسی که داستانی رو در این زمین ها می خواند برای دیگران هم می فرستد و این رو به حساب یک داستان واقعی می گذارند. چندی پیش پیکره هایی رو در اینترنت برای همگان فرستادن در مورد مراسم غسل و خاکسپاری زنده یاد محمد مصدق. عکس‌های خیلی زیبایی از این مراسم گرفته شده بود. همه این عکس‌ها ساختگی هنری بود. یعنی یک هنرمندی آمده بود صحنه رو بازسازی کرده بود. ولی آدم‌ها آمده بودن اینها رو به عنوان پیکره‌های واقعی برای دوستان فرستاده بودند و همه هم به من به هم مژده می‌دادند که پیکره‌های تازه یافت از بست و خاکسپاری محمد مصدق در احمدآباد که می‌دانیم درست نبوده. آقای امینی، در گزارش‌های اینترنتی و حتی در برخی از کتاب‌ها جمله‌ها و سخنانی رو به نادرشاه منتسب می‌کنند که به نظر دور از واقعیت میاد. آیا حقیقتی هم در این گونه گزارش‌ها وجود داره؟ خوشبختانه از دوران نادرشاه ما 3 کتاب بسیار ارزشمند در دست داریم که نشان میدهد که سخنان نادر در دشت مغان واقعی بوده، چون در هر 3 کتاب این سخنان از سوی 2 نویسنده بدون پیوند با یکدیگر بازگو شده، یعنی کتاب جهانگشای نادری و دره نادری. دره نادری و جهانگشای نادری که میرزا مهدی منشی استرآبادی اینا رو نوشته. شما این نکته رو گفتید، من پوزش میخوام، نشنیدم. عرض کردم دره نادری. درسته، من جز این گفتم؟ نه، گفتین 2 تا کتاب، یکیشو گفتین، دومی رو من فکر کردم درست میگم. درست دره نادری. بله. حالا بگین درست بود یا نه؟ شما چی فرمودید؟ من نشنیدم. میگم من گفتم دره نادری، درست بود؟ درسته، بله دره دیگه، بله، دره نادری و جهانگشای نادری، هر دو نوشته میرزا مهدی خان منشی استرآبادی که وزیر نادرم شد، که نطق نادر در اونجا آمده، سخنرانی نادر در دشت مغان و دقیق هست. کتاب دیگرم عالم‌آرای نادری است از محمد کاظم مروی، وزیر مرو.
او هم کتابی در این زمینه نوشته. بسیاری از نوشته‌هایی که در اینجا و آنجا من خواندم داستانی است. داستان به این معناست که واژه‌هایی به کار برده شده که این واژه‌ها در دوران نادر نمی‌توانست از زبان او بیرون بیاید. واژه‌های فرهنگستانی است. و این واژه‌ها رو خب به کار بردن و دیگران هم پذیرفتن و جذاب و خواندنی هم است. من به یاد دارم، گمان می‌کنم در یکی از برنامه‌ها با شما گفتم این رو، شاید هم در جاهای دیگری، که یکی از نخستین زمینه‌های علاقه من به تاریخ از اونجای شروع شد که در یک زمستانی در زیر کرسی کتابی رو می‌خواندم از نویسنده‌ای که در اینجا نام نمی‌یارم، درباره میرزا کوچک‌خان جنگری. و صحنه‌ای در این کتاب بود، بخشی از این کتاب بود که براستی در زیر کرسی هم من سردم شده بود، که گفتگوهای میرزا کوچک‌خان با یار وفادار شوشنگ، همون گاوک آلمانی، در بلندای کوههای پربرف شمال ایران در گیلان بود، که ساعتها اینها با هم گفتگو کردن. شاید 17 یا 20 برگ این کتاب به این گفتگو پرداخته بود و در پایان هر دوی اونها یخ زده و مرده بودند. و من وقتی این رو خوندم پیش پدرم رفتم و گفتم پدر، این دوتا که مردن هر دو، این داستان رو چی نوشته؟ پدرم گفت اینا داستانه، همون که گفتی، اینا داستان مردم میسازن، مینویسن و دیگران هم باور میکنن. این است که از این نوع تاریخ نگاری ها و تاریخ نویسی ها در کشور ما پذیرفته شده است و شوربخت داد که پاره از نویسندگان انام یا نویسندگان کم نام یا اونهایی که جولای نام هستند و خودشون رو پژوهشگر تاریخ میخوانند یا در جستجوی پژوهشگر شدن تاریخ هستند، از این گونه داستان ها یا از این گونه نوشته های بیپا یا ماجراهای بدون پشتوانه تاریخی بازگو میکنند و مردم هنگامی که یک نوشته رو بر روی کاغذ میبینند تقریبا اون رو باور میکنند و این تجدید تولید میکنه، بازسازی میکنه خودش رو و دیگران از این گفته بازگو میکنند، چیزی هم بر اون میافزایند و سرانجام تبدیل میشود به یک تاریخ ساختگی که با شوربختی باید گفت بخش زیادی از تاریخ امروزی ایران از این گونه نوشته های ساختگی درش فراوان است. خیلی ممنون آقای امینی. از شما شنیدم که از این گونه قضاوت‌های گزاف و گزافه‌گونه درباره امیرکبیر هم رواج داره. اگه به خاطر همیهنان باشد، چند سال پیش نامه‌ای از امیرکبیر به ناصرالدین شاه منتشر شد. این نامه را خیلی‌ها به یکدیگر ایمیل می‌کردند و آقای خسرو معتضد که از تاریخ نویسان حکومتی است درباره این نامه نوشته است تشکیک، یعنی شک در این سند درست نیست، من تحقیق کردم و میگویم سند درست است. اما برخی میخواهند، این رو هم معتضد میگه، برخی میخواهند خودنمایی کنند و در این سند تشکیک میکنند. متاسفانه در گذشته بایگانی ملی نبوده و بسیاری از اسناد در خانه ها نگهداری می شدند که بعد از انقلاب این اسناد تا حدودی جمع آوری شده است. و اما این نامه امیرکبیر، بله خیلی خواندنیه اینا. این نامه امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه نوشتن قربانت شوم، از سائه که در ایوان منزل با همشیره همایونی، چون خواهر ناصرالدین شاه همسرش بوده، بله همسرش خواهر ناصرالدین شاه بوده، با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشاع و ارتشاع معزولش کرده بودم، به توصیه عمه خودتان او را ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید.
من فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند، تهران با ته، تا اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. تقی ببینید این نامه رو این درسته هیچ نمیتوانه درست باشه. این نامه رو یک آدم خوش‌ذوق اما ناآگاه از تاریخ برای انگولک کردن وضع کنونی ایران ساخته که همه کارهای مملکت رو بر اساس توصیه عمه و خاله انجام میدن. حالا عمه و خاله نه، عمو و دایی. این نامه از چند جهت جعله. این آقای خسرو معتضد البته اشاره خواهم کرد به ایشون. خود نامه رو بگم. نخست اینکه نامه رو با هم گفتگو میکردیم، نقطه گذاری و کاما داره که در دوران امیرکبیر اصلا تا 50 سال پیش، تا 100 سال پیش، دست کم تا 100 سال پیش در میان ملایان و آدم‌های سوادخوانده قدیمی که تا همین 30 سال پیش نقطه گذاری رواج معمول نبوده. نبوده بعد. تهران رو هم اگر شما خاطرتون باشه تا همین سالهای گذشته برخی که سندشون بالاتر هستش به من میگفتن، میگفتن حتی زمانی که این برداشت کسروی چیره شده بود در مقابل گفتگوی بسیار جالبی که در چند مقاله با قزوینی داشتن، قزوینی و کسروی در مورد واژه تهران یا تهران با ت دو نقطه یا ت دستدار می‌داشتن، سرانجام سخن کسروی بر کرسی نشست و تهران رو همگان شروع کردن با ت دو نقطه بنویسن. ولی تا زمانی که شاید من بسیار نوجوان بودم، مثلا خردسال شاید بودم، به خاطر دارم شماره پلاک ماشین ها هنوز با ته دستدار نوشته می شود. یعنی هنوز این سنت ادامه داشت. این که در زمان امیرکبیر تهران رو با ته دو نقطه نوشته باشند، این از شگردهای به هر حال ویژه به هر حال این زمان هست. خط امیرکبیر هم به این خط نمی خواند. افسون بر همه این ها، این تصور که صدر اعظمی که خودش رو چاکر و بنده پادشاه میدانسته با آن ادبی که داشته میتواند با چنین زبانی با پادشاه سخن بگوید و بگوید عملا بگوید شما غلط کردید که دستور بنده رو اجرا نکردید و من دستور شما رو لغو کردم و این آدم رو که به توصیه عمه و خاله شما دوباره ابقا شده رو از کار برکنارش کردم تا شما درس بگیرید که این کارها رو نمیتونید انجام بدید. خب امکان نداره که امیرکبیر با چنین زبانی یا هیچ کس دیگری با چنین زبانی با پادشاه اون زمان مملکت که قدرت مطلق میداشته میتوانسته سخن بگوید، حتی اگر این پادشاه جوان هم بوده باشه هیچ فرق نمیکنه، ساختگیست. اما این آقای خسرو معتضد از شمار تاریخ سازانیست که پول بگیر هم هستند. یعنی اینها تنها تاریخ نمی‌سازند بلکه تاریخ رو بر پایه یک منفعت مالی هم می‌سازند. چند نفر هستن امروز؟ سوداگری بیش از سوداگری است. چون من در مورد سوداگری با تاریخ هیچگاه این ادعا رو نکردم که نویسنده یک کتابی که من در اونجا نقد کردم پولی گرفته باشه، اصلا چنین ادعایی رو ندارم چون نمی‌دانم. ولی این خسرو معتضد بودجه دولتی داره، آدم‌هایی از این دست هستن، خیلی هستن، آقای خسرو شاهی هست، دیگران هستن که برخی از اینا توده‌ای بودن قبلا و حالا سخت از هواداران حکومت شدن و تاریخ شهبازی بودن. هم شهبازی از همه اینها بیشتر، به ویژه شهبازی دارای یک، البته اسناد زیادی در اختیار داره، ولی شهبازی یک کینه ویژه‌ای نسبت به بهائیان، بابی‌ها و یهودیان ایران داره و در نتیجه تاریخ سازی های او تاریخ سازی های کینه توزانه نسبت به هر کسی است که دارای گرایش بهایی بوده باشه، ولی در لابلای اسناد اون وقت چیزهایی رو پنهان میکنه. خسرو معتضد شاید به اندازه آقای شهبازی توانا نیست، ولی از شمار سازندگان تاریخ و پردازندگان و در واقع باید بگفت نانواهای تاریخ هستند. اینا شاطر تاریخ هستند. یعنی در این نانوایی که به در اختیار اینها قرار داده شده میپزند تاریخ رو، مثل اینکه نان دارن میپزند و در اختیار مردم قرار میدن و
مردم هم بسیاری اونها رو میپسندند و میپذیرند، چون چیز دیگری برای دریافت واقعی تاریخ در دست اونها نیست. آقای امینی، دیروز باز هم در خلال گفتگومون اشاره میکردید که درباره رویدادهای انقلاب مشروطه هم داوری های نادرست اما پذیرفته شده در میان مردم و نخبگان رایج و پذیرفته شده است. ممکنه نمونه های رو ذکر کنید؟ من در امروز تنها یک نمونه رو خدمتتون میگم. نمونه بسیار بیزیانی هست و در شاید برنامه هفته آینده جنبه های زیان آور و زیانمند رو بیشتر بیان کنم. فرمان مشروطه، آنگونی که در دست ماست و بارها در کتاب ها بازچاپ شده، از جمله در کتاب تاریخ مشروطیت احمد کسروی، تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 برپای اون هست. به حساب امروز و با حساب احمد کسروی این روز 13، یک شنبه 13 مرداد 1285 خورشیدی است. ولی در سالهایی پس از اون که جشن مشروطیت گرفتن آغاز شد، چون 13 روز نیکی به شمار نمی آمد، این رو 14 کردن، یعنی یه روز به این تاریخ اضافه کردن. ایرادی هم چندان ندارد، یعنی زیانی به کسی نمی رساند، اما این بازی به خاطر نحس بودن 13 بود، چون 13 روز بدی و شبوری به شمار می آید، تاریخ رو عوض کردن. در حالی که شما هر گونه با حساب ریاضی نگاه کنید، 14 جمادی الثانی 1324 مگر اینکه نزدیک نیمه شب بوده باشد که این فرمان صادر شده، برابر است با یک شنبه 13 مرداد، و چون در نیم روز این فرمان صادر شده با یک شنبه 13 مرداد یکیست و این رو عوض کردن. نمونه های زیادی از این دست داریم که اجازه بدید که در این مورد نپردازم. تنها این رو بگم، همین فرمان مشروطه رو وقتی که به آوردن و در باغ سفارت انگلیس خواندند و مورد پذیرش بسیاری از نمایندگان مردم که در اونجا گرد آمده بودند قرار نگرفت، میگویند که ملک المتکلمین یک سخن بسیار تندی در این باره کرد. این رو البته ملک زاده گفته، چون پدرش ملک المتکلمین است، در حالی که روحانی دیگری این حرف رو زده. و این رو از این نمونه ها خیلی زیاد است. اجازه بدهید که برنامه امروز رو به این جنبه های بیزیان تاریخ نپردازیم. اینها زیان آور نیست، نادرستی است و چیزهایی است که بر روی روان و پذیرفته در میان ما ایرانیان و شاید هم در کشورهای دیگر بوده باشند. جناب امینی، آقای حمید شوکت بله، در کتاب تیررس حادثه می نویسند که فرمان مشروطیت به خط قوام است. بله. و اضافه می کنند که قوام السلطنه در گرفتن فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه بسیار کوشا بوده و چه بسا که متن فرمان هم شاید انشای قوام بوده باشد. آیا این هم یکی از نمونه های برداشت تاریخی رایج یا پذیرفته ولی نادرست درباره یک رویداد مهم تاریخی است، آقای امینی؟ یک روزی حتما باید من و شما درباره قوام السلطنه برنامه‌ای داشته باشیم، شاید پس از این دوره. چند بار طلاق قرارش گذاشتیم نشده، این بار حتما انجام میدیم. ولی در اینجا اجازه بدید این گونه توضیح بدهم که این کمترین بازی با تاریخ در کتاب آقای شوکت است، یعنی در کتاب ایشان از این گونه بازی. شما ایشانو میشناسین؟ بله، خیلی خوب. بله، انسان بسیار دوست داشتنی هم هستم، یعنی من با ایشون دوستی داشتم و هنوز هم دشمنی ندارم، ولی این کارشون کار بسیار سبکی بوده. ببینید، قوام السلطنه دبیر رسائل بود، یعنی
دبیر حضور، وزیر رسائل، وزیر حضور بود و در این که خط بسیار بسیار خوبی هم داشت و فرمان مشروطه هم گویا به خط اوست، در این شاید جای گفتگو نباشد. دیگران هم به این اشاره کردند. اما اینکه فرمان مشروطه انشای او بوده باشد افسانه بیش نیست و در این کتاب ایشان از این هم فراتر رفتند. مجموعه این کتاب، بنیاد کتاب در واقع بر پایه پاره ای از نوشته های بسیار مغرضانه ابراهیم صفائی بنا شده. ابراهیم صفائی کی بوده؟ تاریخ نویس افسانه سازی است که معتقد است که انقلاب مشروطه انگلیسی ها این همون است که جزوه می نوشت. بله بله، جزوه می داد بیرون. دو نفر به راستی در این تاریخ سازی های سالهای پیش از انقلاب خیلی نقش منفی داشتن، ابراهیم صفائی و آقای رائین. عجب، آقای رائین هم؟ بله، آقای رائین نویسنده. بله میدونم. فراماسونری، بله. که برادرش فکر کنم شاید همکار با شما بوده. برادرش نماینده اسوسییتد پرس در ایران بود. بله، کار ژورنالیستی میکرد. بله. تمام خبرهای اون سالها توسط ایشون به جهان مخابره میشد. بله بله. خب ببینید، این دو نفر خیلی در این زمینه، حالا فرصت نیست به اونها اشاره کنم، ولی آقای شوکت از این نوشته ها استفاده کرد. دیگر اینکه سندی رو ایشون در کتابشون یاد میکنن که این سند یک سوگندنامه است که در این سوگندنامه و برپایه میگویند که قوام در انشای فرمان مشروطه نقش داشته، چون در این سوگندنامه امضا کنندگان میگویند که ما هم پیمان میشویم که انتقام خون فلان کس رو بگیریم و مشروطه رو به ایران برسانیم. یه سوگندنامه است که چند نفر زیر اون رو امضا کرد. نخستین گرفتاری این سوگندنامه و این داستان پردازی نویسنده کتاب در تیررس حادثه در این است که در هنگامی که این تاریخ، یعنی تاریخ 28 ذی‌حجه 1323 قمری در پای این سند ساختگی آمده، در این هنگام نریمان خان که کنسول ایران در اتریش بوده، کاردار ایران در اتریش بوده، او قوام السلطنه شناخته می شده و تا 7 ماه پس از مرگ او عنوان قوام السلطنه به احمد قوام داده نشده. یعنی این سند 3 سال پیش از اینکه قوام السلطنه بشود، قوام السلطنه با عنوان و لقبی که هنوز به او داده نشده و دیگری که در اتریش بوده در اون هنگام این لقب رو می داشته امضا کرد. این نخستین نمونه جعل سند است. یکی دیگر است که این جعل سند توسط خود قوام انجام شده؟ نه، این سند رو ساختن. این سند رو آقای اعزاز، الان عنوان دقیق ایشون رو یادم نیست که لقب، بذارید نگاه کنم به یاد داشتم، بکنم دارم در واقع اسم ایشون رو، کسی دیگری در واقع سند رو در اسناد خودش داشته و اعلم الدوله در اسنادش داشته، گویا ساختن این سند با زرنگی ساختن. فرد دیگری که در این، دو نفر دیگر هم امضا کنندگان این سند هستن، یکی زین العابدین رهنماست، یکی از دو فرزند روحانی معروف نجف، البته روحانی گیلانی تبار. 2 دقیقه وقت دارین. بله، مازندرانی تبار نجف، باشنده نجف، که هم او هم زین العابدین رهنما هم محمد رضا تجدد، هر دو در نجف دنیا آمدن، از امضا کنندگان، یعنی رهنما از امضا کنندگان این سند است. رهنما در اون هنگام 15 سال بیشتر نداشته و اصلا در ایران نبوده، در نجف بود. و اینکه این رهنما چگونه این سند رو در 15 سالگی امضا کرده از شگفتی های روزگار است. دیگری از امضا کنندگان سند، نمونه دیگری رو خدمتتون بگم، از امضا کنندگان سند میرزا محمد خراسانی معروف به نجات. میرزا محمد خراسانی که معروف به نجات است، 3 سال، خیلی بیشتر، 5 سال پس از امضای این سند، به دلیل انتشار روزنامه نجات، نام نجات بر او
گزارده می شود. بگذاریم که کسی که در این سند سوگندنامه سوگند انتقام خون او رو خوردن، 3 سال دیگر کشته شده، نه در اون سال. و بنابراین چگونه ممکن است انسان‌هایی بیایند پای سندی رو امضا بکنند درباره انتقام خون کسی که هنوز کشته نشده؟ مجموعه سند که بنیاد کتاب آقای شوکت است جعلی است و از این نمونه ها ما در تاریخ زیاد داریم. آقای راین از این نوع کارها زیاد کردن. اسرار خانه صدان از بنیاد ساختگی است و در اون اسنادی منتشر شده که این اسناد رو میدانیم که آگاهانه در اختیار اونها قرار دادن تا در واقع چیزی رو بسازن. ما مظفر بقایی در ساختن این اسناد نقش بسیار موثری داشته و به نظر میاد که ما شاید به پایان وقت رسیده باشیم و اگر نکته دیگری در ذهن شما هست یا در پرسش های شما هست بفرمایید و اگر نه هفته آینده بگید. بله هفته آینده چون فرصت تمام شد. بسیار خیلی ممنون ازتون، موفق باشید. سپاسگزارم.